دوباره برگشتیم مهمان خانه شما عزیزان هستیم و جهانی سپاس از اینکه صبح و زندگی را برای دیدن انتخاب کردین و همچنان بخشای متنوعی از صبح و زندگی باقی مانده تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و نظرات اینه ای که شما عزیزان بر ما ارزشمند است طریق صفحه فیسبوک صبح و زندگی دیدگاه شما میتونید در ارتباط با بخشای برنامه و همچنان موضوعی که امروز انتخاب کردیم همراه ما شریک بسازین مهماندار هستم مهمان خیلی عزیزی را با خود دارم جناب آقای خوشحال آصفی رئیس تلویزیون آریانا و همچنان استاد پهنتون همراه ما هستن و میخواین در ارتباط با کتاب و که به چاپ رساندن صحبت های خوبشون همراه ما شریک بسازن کتابی که ما پیش از پیش گرفتیم و یک یک صفحه شام خواندیم هنر گویندگی در تلویزیون که این کتابم از فیسب دیگه به ما تقدیم کردن سپاس از آسفی سایب مهربان خوش آمدین صبحتان بخیر باشه سلامت باشین روی عزیز من هم مرز سلام ادب خدمت شما و همه بیننده های ارجمند تلویزیون آریانا دارم من در خدمت شما هستم شما زنده و سلامت باشین از کتابتان بیاید در نخواست بر ما بگوین هنر در تلویزیون بسیار دو تشکر در مورد هنر گویندگی در تلویزیون باید بگویم که ای کتاب تنها از من است بلکه این کتاب کار جمعی ما و جناب استاد رسول امین که یکی از استادان برجسته و لایق کشور عزیزمان افغانستان هست که حدود بیشتر از شش ماه زحمت کشیدیم با هم کار کردیم مواد جمع کردیم بالاخره تحقیق میدانی کردیم تحقیق کتابخانهای کردیم تا تو یک چیز درست را نوشته بکنیم و یک چیز خوب را درست بکنیم کتاب را تهیه بکنیم تحت نام هنر گویندگی در تلویزیون و بالاخره موفق شدیم این کتاب در ده فصل رویا جان و 272 صفحه به چاپ رسیده بارده. که امسال یعنی سال 1400 خورشیدی به چاپ رسید تقریبا از خود کلیات تعریف تاریخچه تلویزیون در افغانستان شروع تا بحث زبان بدن یا انگلیسی که برش میگن بادی لنگویج ختم میشه موضوعات بسیار خرد ای دی گنجانیده شده دی کتاب موضوعات بسیار تازه ای هست میخوایم به یک موضوع اشاره بکنم که هنر گویندگی یا کتاب هنر گویندگی در تلویزیون تلفیق از منابع درسی و تجارب ما و شخص جناب آقای رسول امین هست بله شما زنده و سلامت باشین که چون این کتاب هایی را می زحمت می‌کشین و در اختیار ما قرار میتین که ما بخوانیم و بیشتر واقعا بفهمیم از دنیای گویندگی مم. و اینکه چگونه باید گوینده خوبی ما باشیم از اه، اه، کارهایی که شما داشتین این اولین کتاب است. که دارین یا یعنی این کتاب دوم ما است کتاب اول ما دو سال پیش تحت عنوان مونگ دوردهی دویری چوکی لیوانی مجموعه مقالات ما بود روی مسائل سیاسی تقریبا بیش از دو هزار مقاله بود که ما در ده سال گذشته او را نوشته بودم بالای موضوعات مختلف سیاسی او دو سال پیش اقبال چاپ پیدا کرد و نشر شد این کتاب دوم ما هست با همکاری جناب آقای جناب استاد رسول امین که عربی مایی را به چاپ رسنده. خب تنها در کابل ای به چاپ رسیده و فعلا یک هزار جلدی را چاپ کردیم اه. در انتشارات زرگام جوی شیر فعلا توزیع در کابل هست اما علاقمندی و رخبت بیشتر وجود داره تماس هایی که ما دریافت کردیم پیام هایی که ما و جناب استاد رسول امین دریافت کردیم این یک مواد درسی مومده در اکثر پانتون افغانستان میتونه باشه تقاضا بیشتر هست ببینیم اگر تقاضا در ولایت بیشتر بود بعد در شهر مزار شریف شهر ایراد و ولایات دیگر هم تصمیم وجود داره اراده وجود داره که توزیع شاغات شود برای محصلین عزیز پانتون های کشور عزیز من افغانستان چرا که حالا اکثر جوانان علاقه مندی به کار در رسانه دارند دیگه و نیاز دارن به این کتاب که باید این کتاب به دستشان برسه و بخوانن و همون هنر خودشان رو بیان براحتی به دیگران بروز بدن به نظرتون چقدر خواندن چنین کتابا و به چاپ رسیدن چنین کتابا به دست جوانان رسیدن میتونه واقعا تاثیرگذار باشه چقدر ذهنشان بازتر میسازه و نزدیک میسازه به دنیای رسانه‌ای اه... خب یکی بحث مهارت هست بحث استعداد ذاتی و فطری هست اه که در وجود انسان ها هست برای گویندگی در رادیو یا تلویزیون یعنی شما استعداد ذاتی و فطری دارین که برای گویندگی در رادیو و تلویزیون علاقه دارین صدای مناسب دارین سیمای مناسب دارین اما در بحث سواد مناسب شما نیاز به مهارت های لازم دارین شما نیاز به تجربه دارین شما نیاز به مطالعه کتاب های گوناگونی دارین شما نیاز به کسب تجربه از پیشکسوتان بله. در این زمینه دارین شما نیاز به ای دارین که بیشتر تحقیق بکنین و عملی کار بکنین که کتاب یک نوع رهنمایی میکنه به او کسانی که تازه میخواین گام بردارن در راستا و او تعداد کسانی که تازه فارغ شدن از پانزه پا جورنالیزم چی از دپارتمنت رادیو و تلویزیون اه. چی از دپارتمنت مطبوعات اما بخصوص از دپارتمنت رادیو و تلویزیون بسیار کمک کننده هست اگر به دست بیارن چون تجارب شخص خود من که بیشتر از 13 سال در یوزه کار میکنم و تجارب جناب آقای رسول امین که چند دهه هست در زمینه کتاب نوشته میکنه تدریس میکنه در پانتونهای مختلف افغانستان ما فکر میکنم که موثر هست و کارهای خود را میتونه داشته باشه بله و یک گپ دیگه در کتاب نوشته شده بود تسلط کامل باید داشته باشن وقتی که یک میخوانن یا وقتی در تلویزیون هستن باید تسلط کامل داشته. باشن بالای هر موضوعی که برشان گفته میشه یگان تا میگن ما چگونه گپ بزنیم بادی لنگویج هم داشته باشیم بله. یگان تا میگن وقتی ده گوش ما گپ زدم بشه شما چگونه بیم حواس ما رو جمع کنیم این موضوعات واقعا خیلی مهم است استاد. که باید حواس ما باشه و هر کاری که انجام میدیم باید با دقت باشه صرف <applause> تاثیرگذار بوده صرف تأثیر گذار بوده سلامت باشین چه که شما گفتین رویا جان دقیقا در بحث سخنرانی در بحث ایراد سخن در رادیو تلویزیون یک چیز از تسلط کامل بالای متن شما اگر چی صحبت میکنین پیش روی کمره یا چی صحبت میکنین روی استیج پیش روی صد نفر یا هزار نفر یا بالاخره چی پشت تریبیون رادیو مینشینین صحبت میکنین با شنونده های عزیزتان باید تسلط آمتان و کامل باید داشته باشین و آکم باشین اعتماد به نفستان باید بلند باشه معلومات کافی باید داشته باشین وقتی میگیم تسلط بالای متن یعنی آنچه شما قرائت میکنین و آنچه شما میگین باید بار بار او را تمرین کرده باشین قبل از آمدن و تلویزیون قبل از بالاخره ارائه یک برنامه رادیویی و تلویزیونی که یک اصل بسیار زیاد مهم است ولو صدای مناسب داشته باشین ولو سیمای مناسب داشته باشین اگر آکم نباشین بالای موضوعی که شما راه میکنین باز یک سلسله مشکلات میتونه که به بار بیاره استاد یک موضوع دیگر شما بیان کردین در جنرال پایتان که از منابع درسی هم شما خواستین در این کتاب داشته باشین و بله. از تجربه شخصی خودتان آقای رسول خان. امین که در جریان کارایتان داشتین کدام تجارب شخصیتان قدر مهم بوده که خواستین در این کتاب بگنجانین که امروز واقعا خواستین تاثیر گذار باشه موثر واقع شده طبعا کسی که بیشتر از یک دهه کار میکنه در یک رسانه در اوضاع مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی حتی تفریحی شخص خود من های داره کمی های داره کاستی های داره و نقاط مثبت و منفی یک جا میشه تا بالاخره از تجارب یک فرد که مثلا کار میکنه در یک رسانه باید استفاده صورت بگیره بله. شما مثلا 5 سال است یا 7 سال است یا 10 سال است در رسانه های مختلف کار کردین به ویژه تلویزیون آریانا تجربه پدر علم هست آه. اگر کسی مثلا 4 سال لیسانس داشته باشه در پانزه پا ژورنالیسم 2 سال ماستری داشته باشه یا بعد بالاخره بره به طرف عقد دکترا من فکر میکنم کار کردن یک فرد برای 10 سال این مدل است با دکترا که باید متخصص تو بخش باشه با وجود کمی ها و کاستی هایی که یک فرد داره چون این فرد تکمیل نیست این مسائل بوده احا. مسائل بوده که چی چیز بیشتر مهم هست یکی ما در کتاب ها می داستان ها را می خوانیم بله. منابع درسی در پانتون های افغانستان تدریس میشه که یک تعداد منابع درسی کهن هست یک تعداد منابع درسی بدرد خور نیست برای عصر امروز که قرن 21 هست یا در عصر امروز که ما زندگی میکنیم یک تعداد منابع درسی وقت شما وارد یک تلویزیون میشین و عملا به کار آغاز میکنین وسایل نو را میبینین شیوه های نو را میبینین استراتژی های نو را میبینین پالیسی های نو را میبینین امروز ارایت ارائه یک برنامه در یک تلویزیون تا ده سال پیش فرق میکنند. تا فرق میکنه تا 5 سال پیش فرق میکنه ارائه دیروز ما تا ارائه امروز ما زمین تا اسمان فرق میکنه. ما باید تازه باشیم ما باید بالاخره هر روز مطالعه بکنیم هر روز درس بخوریم بازان بله. چه که امروزه در عصر تکنولوژی وجود داره و در رسانه ها نه تنها در افغانستان بلکه در جهان میگذره باید آگاه باشیم چیزهای نوی را یاد بگیریم به خاطر که رسانه بالای نوآوری و خلاقیت است اگر در یک رسانه خلاقیت نباشه نوآوری نباشه اون رسانه میمیره به شکل اگر یک گوینده تلویزیون چی گوینده خبر چی گوینده رادیو و چی گوینده تلویزیون مثلا شما هر روز صبح اگر لباس نو نپوشین جست حرکات نو نداشته باشین معلوماتتان را تازه نکنین تسلط بالای متن نداشته باشین از زبان بدن یا بادی لنگویج استفاده نکنین و بالاخره از شیوه ها و تکنیک های تازه و نو و مدرن استفاده نکنین با زیاد در یک رسانه دوام نمیارین یا کار مستعمر و استر... است... استر... بیشتر مداوم نمیتونید داشته باشید دقیقا استاد جهان سپاس ما توفیق خدا پیش از پیش گرفتم دیگه و اینجا گپ خیلی زیبا هم گفتین اهداب گردانده توانا و دانای تلویزیون آریانا رو جان نادری ده. با حرمت خوشحال است واقعا جای افتخار است که استاد بزرگوار مثل شما کتاب ما توفیق دیگه است پانم. اهدا جانبا. و گرداننده خوشکل و جذاب تلویزیون آریانا رستم جان رسولی <applause> که باز خفنه شن پیش تعریفشان <applause> و همچنان از سنیتا جان سروش اهدا و تحییه کننده و گرداننده سابقدار و پرتلاش تلویزیون آریانا سنیتا جان سروش هم از تهیه کننده شما میتوند. و ما فقط یک دقیقه میخوایم تشکری بکنم از کسایی که در این کتاب با ما همکاری کردن خوبست. از منابعشان استفاده کردیم تقریز نوشتن دیدگاه نوشتن این کتاب را نقد کردن جناب آقای رحمت الله بیگانه رئیس تلویزیون معرف افغانستان جناب استاد فضل استاد پنتون شهید استاد ربانی جناب پوهان دکتر ساکایی استاد پانتون پا کابل جناب پوهانوال دکتر عبدالعظیم نوربخش استاد پانتون پا کابل جناب آقای استاد بختیار مسئول کانون خبرنگاری خورشید جناب آقای نسید فیاض همکار خوب ما که بالا این کتاب دیدگاه و تقریز خود را نوشتن و نقد کردند جناب آقای لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان جناب پهندوی زبیو زبیولا بشردوست از پانتون پا بدخشان استاد پانتونه پا بدخشان پهندوی خانم ماریا رهین رئیس پهنزه ژورنالیسم پانتون پا بلخ از جناب محمد حسین سروش مدرس گویندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همه دوستانی که به یک نو بلاخره با ما همکاری کردن از منابیشان استفاده کردیم نقد کردن تقریض نوشتن و دیدگان نوشتن جناب شاپور بختیار یکی از خبرنگاران مطرح افغانستان و همچنان جناب آقای فواد اکبرزی یکی از گردانندگای گرداننده های مطرح و محبوب کشور عزیزمان افغانستان ممنون و مشکور است جهانی سپاس از حضور شما استاد محترم رست هستم و هم از شما تشکر می‌کنم. بسیار تشکر از دعوتتون ما رو کردید. بخیر باشین. وقت بسیار کوتاه می‌گیریم زود برمیگردیم صبح بخیر. سپاس گذار از تو که بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلک نمایید.